درود بر شما دوستان گرامی، آراد هستم از English for Persians. امروز توی این ویدیو میخوام که به سفارش یکی از دوستان هست پرسیده بودن این رو میخوام به اصطلاح به تو چه مربوط، به تو ربطی نداره اینها بپردازیم. این توی زبان انگلیسی میشه چی؟ It's none of your business یا همینجوری none of your business. اوکی؟ میگیم none of your business یا it's none of your business. ولی پیش از اینکه وارد چیزش بشیم، پیش از اینکه وارد مثال و توضیح بیشترش بشیم، این رو حواسمون باشه. این همونطور، یعنی دقیقاً کپی همونه، همونطور که تو زبان ما یه حالت بیادبی گستاخی پررویه، اینم هست. پس تو همون فضای استفاده میشه که به تو چه استفاده میشه، یعنی جایی که ما میخوایم عصبانیت رو نشون بدیم، جایی که میخوایم یه مقدار بیادبی کنیم و اونجا مثلا اون بیادبی رو جایز میدونیم. اوکی؟ توی مثلا بزرگتری اینها مثلا این رو استفاده نمی کنیم. اوکی؟ پس It's none of your business یا همون none of your business به معنیه به تو چه هستش. اما از توی ساختارش که نگاه میکنیم your رو میبینیم که این میتونه تغییر کنه، همیشه your نیست. گاهی وقتا میخوایم بگیم به اون چه ربطی داره، میگیم It's none of her business، یعنی به اون ربط نداره. Okay, it's none of her business. It's none of his business. به ایشون هیچ ربطی نداره. یا میگم به من هیچ ربطی نداره. اینم حالا اونایی دیگه حالت عصبانیت داره. It's none of my business. حالت شونه خالی کردن و بیخیال نشون داد، نمایش بیخیالیه. میگم it's none of my business. به من چه؟ به من ربطی نداره. Okay. این هم از این. غیر از این دیگه همه چیزش همونیه که تو زبان خودمون داریم. Okay. و خب معمولا هم یا در ابتدا میاد بعد جمله رو میگیم، یا یه چیزی رو میگیم بعد در پایان اونو میگیم، یا در پاسخ یه نفر که یه چیز جزئی خیلی زیاد تو جزئیات رفته رو با این جمله میدیم تو زبان خودمون. اینجا هم همینه. مثلا ای میگه I can't come to your party tonight. امشب نمیتونم بیام مهمونی شما. اوکی. بی میگه Why? Are you going somewhere else? چرا؟ جای دیگه داری میری؟ ای میگه It's none of your business. به تو ربطی نداره. اینکه کجا میره رو داره میگه که بهت ربطی نداره. It's none of your business. Okay. پس اینا مثل همون زبان خودمون. و مورد دیگه که وجود داره این که ما میگیم mind your own business. این را هم استفاده میکنیم. Mind your own business. Mind یعنی مراقبت کردن یا حواست رو بهش پرداخت، یعنی در واقع بهش پرداختن. Mind your own business. حواست به کار خودت باشه، سرت تو کار خودت باشه، برس به کار خودت، تو کار بقیه فضولی نکن. Okay. پس mind your business هم راه دیگه هست که دقیقا همین موضوع هست. پس میگیم it's none of your business یا میگیم mind your own business. این بود راه گفتن به تو چه یا به اون چه ربطی داره یا به تو چه ربطی داره یا مطالبی مانند این تو زبان انگلیسی. اما در موضوع دیگه که هست، یکی از اساتید بزرگوار در این باره اتفاقا قصیده سرودن که خیلی کمک میکنه به آموزش این موضوع. به من خیلی لذت بردم وقتی که ایشون صدای زیباشون تو این زمین رو کار بودم. واقعا بسی جای چیز بود، چیزی بود. حالا همون که جاش بود، من توجه شما رو به این قصه جلب میکنم، شما رو با این قطعه زیبا تنها میذارم تا جلسه دیگه بدونم. It's none of your business.